سلام دوستان، حال شما چطور بوده؟ آخرین بار کدوم هنرمند رو یاد گرفتیم؟ بله، اون هنرمندی به نام ون گوگ بود. یه بار دیگه به آثار هنری اون نگاه خواهیم کرد. ما در حال دیدن آثار دیگه هستیم که آخرین بار ندیدیم. بنابراین منتظر اون باشید. پس بیاید جلو بریم و به کارهای هنری گوگ بپردازیم. این نقاشی ون گوگ از اتاق خودشه. از نگاه به تخت زرد رنگ اون میشه فهمید که اون رنگ زرد رو خیلی دوست داشت. درخت بزرگ موجود در این اثر چشمگیر به نظر میرسه. اگر تصویر رو بزرگ کنید میبینید که یک بافت بسیار خشن و زبری داره. این اتفاق زمانی میفته که شما مرتباً با قلمو رنگ بزنید. ون گوگ تقریباً همه کارهای خودش رو با ضربات قلموی درشت بیان میکرد. آیا باید به این یکی نگاه کنیم؟ میتونید اون ضربه های قلموی خشن رو ببینید؟ پرندگانی که بالای این مزرعه پرواز میکنن بسیار عالی به نظر میرسن. این اثر شب پرستاره نام داره. این اثر شناخته شده ترین و دوست داشتنی ترین قطعه ون گوگه. اون ستاره های درخشان رو در یه شب تاریک خیلی خاص بیان کرده. وقتی از نزدیک نگاه میکنید ستاره ها مانند موج به نظر میرسن. یا انگار در حال چرخش هستن. این همون چیزیه که امروز میخواین ترسیم کنیم. آیا این سرگرم کننده نخواهد بود؟ بیایید شروع کنیم. بیایید شب پرستاره رو بکشیم. در ابتدا این چیزی که شبیه یک کوه بلند هست رو بیان خواهیم کرد. بعد کوهی رو که در پشت اون میبینید ترسیم کنید. فرمش لازم نیست که دقیق باشه. ما شهر رو در اینجا ترسیم خواهیم کرد. بعد آسمون رو ترسیم میکنیم. بیایید این کار رو بکنیم تا ستاره ها مثل این که مثل موج میپاشن یا مثل این که باد در حال وزیدنه به نظر برسن. محل قرار گرفتن ستاره های بزرگ و کوچیک رو مشخص کنید. خب این از طرحش. بیاید جلو بریم و اونو با مداد چمی رنگ کنیم. ما اول آسمون رو رنگ می‌کنیم. از اونجا که قصد داریم با استفاده از چندین رنگ رنگ‌آمیزی کنیم، شما نیازی به رنگ‌آمیزی خیلی دقیقی ندارید. تا جایی که میتونید اون رنگ رو خیلی خشن و زبر بکشید. بعد از اینکه با زبری بیان کردید، قصد دارید از خاکستری یا خاکستری روشن یا رنگ روشن دیگه ای استفاده کنید و همونطور که رنگ می کنید رنگ ها رو در هم ترکیب کنید. پس اینطوری بافت خشن می تونه نرم تر شه. اما حتی بدون این فرایند هم بسیار عالی به نظر میاد و بافت خشن اون باقی مونده. حالا ما قصد داریم تاریکی رو با جزئیات بیان کنیم.
از اونجا که شهر دوره، ما فقط باید اون رو خیلی ساده رنگ کنیم. اگر میخواید شهر کمی برجسته باشه، اطرافش رو کمی تیره تر کنید. اینجا و اونجا رو با رنگ های مورد علاقه خودتون رنگ کنید. حتی اگه کاملا سیاه به نظر برسه، وقتی رنگ های مختلف رو با هم مخلوط میکنیم، یه سیاه باحال خواهد بود. در آخر ما میخواییم جاهای روشن‌تر رو با رنگ سفید رنگ کنیم. خب، کار ما تموم شد. کلاس امروز چطور بود؟ نیازی نیست که دقیقاً همونطوری که من اونو ترسیم کردم بکشید. چون ممکنه در حین کار روش منحصر به فرد خودتون رو کشف کنید. تا الان آثار هنری از هنرمندان مختلف رو دیدیم و اونها رو بیان کردیم. آیا به شما خوش گذشته؟ یادتون باشه که هنرمندان افکار مختلفی داشتن و اونها رو به روش‌های مختلف بیان می‌کردن. و من میخوام شما از تخیل خودتون استفاده کنید و اون رو توی یک نقاشی بیان کنید. من خیلی خوشحال شدم و خیلی با شما سرگرم شدم. دفعه بعد داستانها و آثار هنری پرهیجان تایی رو براتون میارم. بعدن میبینمتون. خداحافظ.